مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی ما رو برای این بحث همراهی میکنند. آقای الفک، چنانچه انفجارهای خطوط گاز سراسری در برخی استانهای ایران آنطور که نیویورک تایمز میگه کار اسرائیل باشه، با چه هدفی صورت گرفته؟ اگر هدف خط و نشان کشیدن برای جمهوری اسلامی باشه که اسرائیل قبلا انفجارهایی رو در ایران انجام داد، دانشمندان هسته‌ای رو هم در غرب تهران ترور کرد، هدف قرار گرفت، اما همه این کارها جمهوری اسلامی رو از حمایت حماس و گروه‌های شبه نظامی مخالف اسرائیل متوقف نکرد. بله، ببینید الان در شرایطی که جنگ در غزه ادامه داره و نیروهایی که متحد جمهوری اسلامی هستند، گروه‌های شبه نظامی حملات خود رو به اسرائیل دارن از طریق دریا، از طریق هوا و از طریق زمین انجام میدن، در حقیقت اسرائیل به دنبال تغییر زمین بازی هست. با کشیدن جنگ به داخل ایران و ارسال این پیام که میتونه جنگ میان جنگ ها رو دوباره احیا بکنه، میتونه پیامی برای جمهوری اسلامی ایران. به اعتقاد من اسرائیل سعی داره به این ترتیب فشاری رو که نیروهای متحد جمهوری اسلامی دارن در مرزهای این کشور ایجاد میکنن رو به زمین بازی درون ایران بکشه. این جنگ ها ما میدونیم در زمان ترامپ در اوج خود بود، اما با روی کار آمدن دولت بایدن اسرائیل تا اندازه از چنین جنگ هایی دست کشیده، اما اکنون در نتیجه جنگ غزه و مشارکت شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در کنار حماس علیه اسرائیل، اسرائیل میخواد این پیام رو بفرسته که میتونه یک جنگ سایه در درون ایران با هدف قرار دادن زیر ساخت‌های کشور رو ادامه بده. آقای الفک، چقدر این دست حمله ها، آسیب ها و حفره های امنیتی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو نشون میده؟ ببینید شما، اگر جنگ در سوریه رو هدف قرار دادن پایگاه‌های ایرانی و حزب الله در سوریه و همچنین شبه نظامیان عراقی رو کار اسرائیل بدونیم، اسرائیل تا کنون بسیاری از این حملات رو اعلام نکرده. همچنین حملاتی که در درون ایران صورت گرفته رو اسرائیل به عهده نگرفته، اما در طول دو دهه گذشته بسیاری از سایت‌های هسته‌ای نظامی و حتی دانشمندان هسته‌ای ایران مورد هدف قرار گرفت. هدف قرار دادن چنین تعداد گسترده‌ای از سایت‌ها و دانشمندان هسته‌ای در درون ایران و به شیوه‌ای بسیار پیچیده نشان دهنده وجود شکاف‌های امنیتی در درون جمهوری اسلامی ایران هست. حتی محسن رضایی اگر یادتون باشه بعد از آنکه اسناد هسته‌ای از ترقوزآباد در نزدیکی تهران به سرقت رفت، گفت که شکاف‌های امنیتی در حقیقت دلیل به سرقت رفتن اسناد هسته‌ای از ترقوزآباد در نزدیکی تهران است. در نتیجه به اعتقاد من این شکاف‌های امنیتی رو اسرائیل بسیار بهش واقف هست و میدونه چطور از اونها استفاده بکنه و تا کنون تونسته در این زمینه هم تا اندازه‌ای موفق باشه. سپاسگزارم از شما مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از دبی با ما.